در شرح حال ریموند پوانکاره که یکی از بزرگترین ریاضیدان‌های فرانسه است نوشتن که وقتی این مرد که تمام تئوری‌های زمان رو درباره ریاضیات می‌دونست برای اولین بار یه دستگاه تئودولیت رو دید، دست و پاشو گم کرد. برای اینکه تمام عمر آدمی بود که با تئوری بزرگ شده بود و هیچ کدوم از تئوری‌های خودش رو به صورت عملی ندیده بود. و به همین دلیل وقتی که ریموند پوانکاره تئودولیت رو دید، نمیدونست چیکار باید بکنه. یک نمونه دیگه در این نوع آناتول فرانس است که نثر فرانسه او رو آقای هنری ماسه با نثر زیبای و جاودانی و کلاسیک سعدی مقایسه کرده است و معتقد است که این دوتا در یک حد هستند از نظر نثر نویسی. او هم میگویند برای 8 سال مرتباً آزمایشی که میداد برای اینکه استاد دانشگاه بشه رد میشد، برای اینکه قادر به اداره کلاس نبود. به عبارت دیگه آدم‌های بزرگی که با تئوری بزرگ میشن، به ثبوت رسیده که آدم‌های اداری آدم‌های مدیر نیستند. به احتمال زیاد یکی از استثناها بر این قاعده آقای پروفسور محسن هشرودی است. علت اینکه بعد از این همه سال ما به یاد محسن هشرودی افتادیم این بود که 2 هفته پیش یا الان که شما این برنامه رو میشنوید در حدود 1 ماه پیش انجمن یا بنیاد محسن هشرودی جلسه رو در بزرگداشت استاد محسن هشرودی برپا کرده بود که البته ما بسیاری از دوستان از جمله خود بنده در اون جلسه بودیم. آقای هشرودی که یک ریاضیدان نابغه بود و همه استادان فن در ایران ایشون رو به عنوان یک بزرگ مرد در عرصه ریاضیات میشناسند، به طور حیرت انگیزی در این حال آدم اداری هم بود، یعنی آدم مدیری هم بود، یعنی میتونست مشکل ترین ادارات رو، مشکل ترین مؤسسات رو به راحتی اداره کنه. وقتی که ایشون در سال 1316 نائل شد به اینکه درجه دکترای خودش رو بگیرد و حتی 1-2-3 سالی هم در همون فرانسه با استاد راهنمای تزش مشغول کار بود درباره معادلات دیفرانسیل، وقتی که به ایران برگشت بلافاصله به ریاست فرهنگ تهران منصوب شد. در اون موقع تهران بزرگترین شهر ایران بود و تنها شهری بود که در اون دانشگاه و دبیرستان و دبستان به فراوانی وجود داشت، ولی اون آدم میتونست اینها رو اداره بکنه. بعدش هم البته در سال 1330 که یکی از بدترین سالها بود در مورد دانشگاه‌ها و دانشجویان به دلیل فضایی که اون زمان وجود داشت و تنش زیادی هم درش احساس می‌شد، به ریاست دانشگاه تبریز منصوب شد و در تمام اون 2 سالی که در دوران 2 سال حکومتی مصدق بود دانشگاه تبریز، دانشگاه آذربایجان آرامترین دانشگاه بود، برای اینکه او با روش انسانی خودش و نشون دادن خصلت و صفت اعتماد برانگیزی که در کارها داشت تونسته بود اعتماد دانشجویان رو به عهده بگیره. درباره بزرگی این آدم که در این حالی که یک ریاضیدان بزرگ بود در عرصه ادبیات هم بسیار بسیار شناخته بود، بعداً البته مفصل‌تر صحبت خواهم کرد، ولی خود من میخوام ابتدا بگم که چگونه با این مرد بسیار بزرگ در عالم ریاضیات آشنا شدم، در حالی که من رشته تحصیلیم ریاضیات نبود و نمیدونستم. من اون موقع در رادیو ایران کار میکردم و برنامه داشتم
به نام نغمه در خاموشی، شبیه به داستان معروف ناصر خسرو در اون زاد المسافرینش که بعد از سختی های شدیدی که در بصره تحمل کرده بود به فرجی رسیده بود و اسم کتابشان و اسم این فصل کتاب در زاد المسافرین هم به نام همین هستش که فرج بعد از شدت. این برنامه هم همونچون برنامه بود و روز ضبط این برنامه روزهای پنجشنبه بود و من خب معمولا روزهای پنجشنبه میرفتم که سر ضبط باشم. آقای هشت‌رودی در اون موقع با خواهش شخص آقای معینیان قبول کرده بود که سرپرستی برنامه مرزهای دانش رو به عهده بگیره و چون من هم درست همون روز بودم و همون روز هم مرزهای دانش یعنی پنجشنبه ها ضبط می شد، طبیعی است که خیلی قابل فهم استش که من در تمام جلسات ضبط اون شرکت می کردم. اولین جلسه که رفتم و در اونجا شرکت کردم بعد از اینکه برنامه به پایان رسید ایشون صحبت کرد و بعد به سوالات حضار هم جواب داد، راه افتاد که از در خروجی استودیوی بزرگ رادیو ایران بره بیرون. من هم درست پشت سرش بودم، درست دم در تقریبا گفت به زبان ترکی یا به قول آقای حیدری به زبان آذری، گفتم که استاد از بیانتون بسیار بسیار لذت بردم یا بردیم. آقای هشت‌رودی بلافاصله ایستاد و برگشت به طرف من و نگاهی به من کرد و گفتش که شما بودید ترکی حرف زدید؟ گفتم بله. گفت من که شما ترک هستید؟ گفتم بله، من آذربایجانی هستم. محبت خیلی بزرگی کرد و دست چپش رو گذاشت رو شونه من و شروع کرد چند کلمه با هم صحبت کردیم و بعد با هم راه افتادیم اومدیم بیرون. این ابتدای آشنایی من با آقای هشت‌رودی بود و از اون به بعد هر بار که برنامه ضبط مرزهای دانش وجود داشت که من در اون تقریبا همیشه حاضر می شدم، تقریبا همیشه وقتی که برنامه تمام می شد و من می رفتم دو سه دقیقه حتی گاهی 10 دقیقه با هم به زبان ترکی صحبت می کردیم و این باعث شد که من خیلی با ایشون نزدیک شدم و آشنا شدم. در همون موقع ها بود که در مجله روشنفکرم من کار می کردم و یک روز در جلسه تحریریه پیشنهاد کردم که اجازه بدید که با بزرگان غیر سیاسی ایران هم ما مصاحبه هایی بکنیم و چاپ بکنیم، مصاحبه های مفصل، و پذیرفته شد. اولین مصاحبه رو من با آقای دکتر صورتگر کردم و دومی رو رفتم پهلوی آقای هشت‌رودی. صحبتمون گرم شد. یادم میاد که این خانم فریبای هشت‌رودی که الان هم در پاریس هستش اون موقع 3-4 سالش بود و بازی میکرد وقتی که ما با هم صحبت میکردیم و یکی از سوالاتی که من یک بار از آقای هشت‌رودی کردم در همون مصاحبه این بود، گفتم که آقای هشت‌رودی شما آخرین باری که عاشق شدید کی بود؟ خب انتظار داشتم آدمی در حد آقای هشت‌رودی بگه مثلا 35 سال پیش یا من عاشق زنم هم از این حرفا. یه ساعتش رو نگاه کرد و گفتش 4.5 ساعت پیش. خیلی جا خوردم، گفتم کجا؟ گفت سر کلاس. و خب برای من خیلی جالب بود و این احساس کرد که جوابش من رو یه خورده شوکه کرده است. گفتش که عشق یعنی چی؟ عشق یعنی دلبستگی شدید به یک چیز زیبا و دوست داشتنی. به نظر شما مرزهای زیبایی بسته شده؟ دیگه آدم زیبا وجود نداره؟ یا اینکه فکر میکنید من به دلیل موهای سفیدم دیگه قادر نیستم زیبایی رو حس بکنم و قادر نیستم که به اون شیء زیبا دل بسته بشم؟ جواب بسیار قانع کننده بود. از آدم فیلسوف و بزرگی مثل هشت‌رودی هم همین انتظار میرم. آقای هشت‌رودی شاعر بسیار نامداری بود. من آدمی هستم که حافظه شعری اصلا ندارم ولی این یک سطر از این شعرش رو میخوام از رو کاغذ براتون بخونم.
منحنی قامتم تابع ابروی توست، خط مجانب بران طره گیسوی توست. در همین یک ست شعر، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش کلمه به کار برده است که مصطلح در علم ریاضیات است. سه تن از مراجع عظام تقلید سخت بر حجت الاسلام و بر مسلمین، دکتر حسن فریدون مشتهر به روحانی، تاختند که چرا گفته است وظیفه ماموران انتظامی اجرای قانون است و نه تکالیف شرعی. رئیس جمهوری این سخن رو برای پیشگیری از عوارض و نتایج تبدیل پلیس به محتسب بر زبان آورده است که فرمایشات مقام معظم رهبری می تواند مستند آن قرار بگیرد. مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و مدیران و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی فرمودند تأمین امنیت اخلاقی و روانی و اجتماعی بر اساس موازین شرعی وظیفه پلیس است. این سخنان مجوز تبدیل پلیس به محتسب است، همان که در قرون گذشته مأمور نظارت بر اجرای احکام دین بود و شاعر درباره‌اش میگوید محتسب خم شکست و من سر او، سنه به سنه و جروح قصاص. محتسب در کوی و برزن میگشت و وظیفه‌اش این بود که هر جا عمل خلاف شرع دید مرتکب رو در جا حد بزند و طبق مقررات شرعی مجازات کند. رئیس جمهور پیش از آن که فرمایشات مقام معظم رهبری مجوز افزوده شدن اختیارات محتسب به وظایف پلیس بشود و در واقع برقراری انکیزیسیون اسلامی، لازم دانست وظیفه پلیس رو از محتسب تفکیک کند و بگوید پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است. اگر غیر از این باشد در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را هم گرفتار خواهیم کرد. حالا مراجع عظام بر او تاختند که خیر، در جمهوری اسلامی وظیفه اصلی پلیس اجرای قوانین شرعی است و مأمورین انتظامی در درجه اول باید مجری امر به معروف و نهی از منکر باشند. انصاف باید داد که هر دو گفته وارد است. فقهای عظام و در رأس آنها ولی فقیه حق دارند برای احکام شرعی اولویت قائل شوند و پلیس را در کشوری که عنوان رسمی حکومتش جمهوری اسلامی است موظف به اجرای قانون شرع و مأمور امر به معروف و نهی از منکر بدانند. و اما از طرفی هم رئیس جمهوری حق دارد که یادآور شود ما در چه قرنی زندگی می‌کنیم و وظیفه پلیس برقراری امنیت در جامعه است و نه امنیتی کردن جامعه با سرکشیدن به هر سوراخ و ردیابی تخلفات شرعی. مشکل حکومت‌های ایدئولوژیک چه مذهبی و چه مسلکی دقیقاً از همینجا آغاز می‌شود. در ایران این مشکل از همان بدو تأسیس مشروطیت و برقراری حکومت قانون ظهور کرد.
مشروطه خواهان میگفتند دنیا عوض شده است و باید بر حسب ضرورت‌های زمان قانون نوشت. مشروع طلبان میگفتند قانون شرع برای تمام امور و در تمام ادوار وافی و کافی است. در تبریز مجلسی تشکیل شد برای رفع اختلاف و رسیدن تفاهم بین طرفداران این دو عقیده. طرفین بحث و احتجاج عبارت بودند از یک آخوند و یک پزشک. این بگو آن بگو، این به مستندات شرعی استناد میکرد، اون به مستندات علمی. سرانجام طبیب خسته شد و برخاست و گفت بحث ما به جایی نمیرسد، من میگویم آب این حوض آلوده به میکروب است و کسی که دستش زخمی است نباید به این آب دست بزند، بلکه باید دست او را با الکل میکروب زدایی کرد. تو که آخوند باشی میگویی الکل نجس است و اگر دست کسی به الکل آلوده شد باید سه بار در این حوض آب بکشد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی پس از فروپاشی نظام مشروطه و پیوند زدن بقایای آن با نظام مشروعه از همین جا آغاز شد که حاکمان نتوانستند پای خود را از محدوده شریعت فراتر بگذارند و در این حال نمی توانند کشوری را با 80 میلیون جمعیت در چنین عصر و زمان بر اساس قوانین شرعی اداره کنند. در چنین شرایط ایران احتیاج به یک تحول بنیادین دارد، از آن نوع که در برخی کشورهای آسیایی مانند چین یا ترکیه و حتی امارات خلیج فارس به اجرا در آمده است و به قول یک استاد دانشگاه فهم مشترک جانشین پایبندی های ایدئولوژیک گردید است. دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه در مقاله‌ای تحت عنوان ضرورت رسیدن به فهم مشترک این طور می نویسد: چین امروز با چین 20 سال پیش متفاوت است، البته نه به خاطر آن که در جامعه چین مردم تصمیم گرفتند چنین کاری را انجام دهند، بلکه تحولی در درون حزب کمونیست چین رخ داد. چینی ها متوجه شدند که رهبر جهان سوم بودن در کنفرانس های بین المللی برایشان فایده ندارد. دن شیاوپینگ گفت ما همسایه‌ای داریم به نام ژاپن که با جمعیت کم و مساحت محدود اقتصاد دوم جهان شده است. این تشبیه و تشابه میان نخبگان سیاسی چین باعث شد تا اتفاق بزرگی در این کشور رخ دهد، به تعبیری بهتر اجماع سازی درون نخبگان رخ داد و آنها توانستند جامعه را با خود همراه کنند. نویسنده اشاره می کند که من با مطالعاتی که داشتم سراغ ندارم جامعه جهان سومی در دنیا علاقه‌ای به توسعه داشته باشد. این نخبگان سیاسی بودند که جامعه را به دنبال خودشان حرکت دادند و این مسئله در چین و دیگر کشورهای آسیایی، ترکیه و امارات قابل مثال زدن است. قطعاً فقهای عظام خواهند گفت مثال بی مثال، نظام
اسلامی نمیتواند مقلد دنگ شیائوپینگ باشد. ایران منا به مهنت آلودندت، فر سودندت به وهن و فرسودندت، و از مکر کسان که چاه میکندندت آگه نشدی که آشنا بودندت. سلام و درود به هم میهنان و همزبانان عزیزم. در این برنامه یه شعری خواهم خوند که نسبتاً بلند هست، بنابراین فرصت کمتری خواهم داشت برای اینکه درباره اون صحبت کنم، ولی به طور خلاصه بهتون میگم که مضمون این شعر در واقع در ارتباط با تناقضاتی هست که میان فکر و اندیشه آزاد و روحیه علمی با تهجر و به اصطلاح اون دوگمهای دینی وجود داره که متاسفانه در بر ذهن و روحیه حاکمان فعلی ایران غالب هست. میدونیم که جنگ مکتبی و متخصص که از سالها در ایران ادامه داشت چه خساراتی به بار آورد و چقدر انسانهای فرهیخته و به اصطلاح هوشمند مملکت و کارساز رو منزوی یا اخراج یا بیرون فرستاد، و هم اکنون میدونیم 5 میلیون انسان ایرانی از کشور خارج شدن و پیداست که این حضرات از این حقیقت غافلند که پیدایش جامعه مدرن و دستاوردهای علمی و صنعتی در پیوند متقابل و هماهنگی با علوم انسانی و فلسفه بودند و پیشرفت این بدون اون یکی امکان پذیر نیست. منتها تصور اینها بر اینه که اونها کیمیای سعادت رو و داروی شفابخش همه دردهای انسان رو به اصطلاح در احکام شریعت میبینند و به اصطلاح این نتیجهش هم همون چیزی هست که همگان شاهدش هستیم. ظاهرا اینها 1400 سال تلاش و کوشش تمدن ساز ملت‌های بزرگی رو که کار کردند و این تمدنی که به نام تمدن اسلامی وجود داره رو به وجود آوردن نادیده میگیرن، در واقع به قول مولوی بحر رو سعی میکنن که در کوزه‌ای بریزند و حاصلش این استبدادی است که به نام دین بر مردم حکم روا شده. این دیدگاه زورمدارانه در واقع یادآور یک داستان افسانه اساطیری یونانی هست که طبق این داستان یک خدازاده شروری به نام پروکوست وجود داشت که مهمونخونه ای داشت، و در این مهمونخونه مهمونها که می اومدن اگر بزرگ دو جور تخت برای اینها تعیین کرده بود، یک تخت بزرگ و یک تخت کوچیک. تخت کوچیک رو به آدم های بزرگ میداد و تخت بزرگ رو به آدم های کوچیک. بعد نصف شب میرفت سراغشون و میدید اگر آدم های بزرگ دست و پاشون از تخت زده بیرون، دست و پای اونها رو قطع میکرد و به سراغ تخت کوچیک میرفت، و اگر آدم ها قدشون نرسیده بود اونها رو اونقدر با زنجیر و تناب میکشید تا به اندازه تخت بشن. در واقع این تمثیل نشونگر اون کاری هست که متاسفانه روحانیت شیعه در ایران انجام داده، و در واقع اینها با اخراج انسانهای آگاه متخصصین استادان بزرگ سعی کردن که به اصطلاح جای بزرگان رو به کوچیکا بدن و دست و پا و زبان بزرگان رو قطع بکنن. و اصولا به طور کلی همونطور که گفتم این شعری که میخونم در ارتباط با این مضمون هست، و فکر میکنم چون الان فرصت نیست من در برنامه دیگری به این نکته اشاره بیشتری خواهم کرد. الان شعری که میخونم در ارتباط با همین مضمونی است که الان خدمت شما عرض کردم. هجوم فرهنگی اسمشه. زان عنصری که از فرهنگ 100,000 سالی دور، چون نفرت سیاه از عشق یا مظهر ظلام از نور. زان باوری که پیغامش باران مرگ میبارد، و از تیر ابر احکامش بد چون تگرگ میبارد. با تیربار و بمبافکن تیغ خدا به کف داری، اندیشه رهایی را از بام دین هدف داری. بر منبری و در موشک، در مسجدی و در کشتار، با ماهواره در تبلیغ، با خمسه خمسه در پیکار. مسکو که نفت مغرب خواه خوش قره کرده در جنگت، جهل کهن کمینگاهت، تکنیک عصر در چنگت. خون دلار در قلبت چون چاه نفت در جوش است، اما تو غرق اللهی و نکتت فراموش است.
بر کشتی تو در طوفان مغرب گرفته سکان را، اما تو میچری بر خان تا بشکنی نمکدان را. کشف و شهودت از غرب است، سودا و سودت از غرب است، اوج و فرودت از غرب است، بود و نبودت از غرب است. در دیگ غرب می جوشی، از جام غرب می نوشی، ششلول غرب می بندی، پوتین غرب می پوشی، با ساز غرب می رخصی، با داو غرب می بازی، بر کوس غرب می کوبی، با نعل غرب می تازی. بر شانت علم غربی است، در پنجعت قلم غربی است، بر طبل پرهیاهوگت رپراپ دم به دم غربی است. بسیاری از اجیرانت زامختگان افرنگند، ریشی فزوده بر تدلیس ساز تو را هماهنگند. دیوانیان دین سالار بافندگان زنجیرند، کودندلان تکنوکرات سیغل زنان شمشیرند. در خمره ولایت زوب گر محو یا پدیدارند، داغ تو بر جبین دارند از بس که درد دین دارند. بازاریان بیمغزت پروار جیفه غربند، بر سفره فضولاتش جویای لقمه چربند. ابزار زجر و تعذیرت سوداگران غرب آرند، همزی تو برگ عیش آرند، همزی تو ساز حرب آرند. با تیربار و انترنت نان تو از فرنگ آید، هرچند طعم خون دارد خان تو از فرنگ آید. با سیت اخ اخ اف اف خوش میچری تعامش را، هم رزق و روزیت با اوست، هم جویی انهدامش را. اما فریب را با غرب جنگ تو جنگ زرگرهاست، زیر عبا خروست را کید تو غافل از پرهاست. ور نیست باورت یک دم از غرب خیش اوریان شو، کل تو کمر به یک سونه زی کوچه و خیابان شو. زان رویز رویس روینت بر نطع خاک نه پایی، بر جاه اگر نمسهوری چون دزد اگر نرسوایی. گاه سعود بر منبر جام جهان نما بشکن، مصنوع غرب شیطان را در مشرق خدا بشکن. جیب از دلار خالی کن چون حفره‌های خاک از نفت، وانگه ببین که از بامت دولت رمید قدرت رفت. سار از درخت دین پر زد، نان سیاست آجر شد، زراد خانه گشت استبل، جت اسب و موشک اشتر شد. بنگر که چنگ و دندان ریخت گرگان زنده خارت را، خوش موریانه غارت کرد از ریشه چوب دارت را. قدیس آستان پرزد وان رونق از دکان کوچید، اسباب جور و وحشت سوخت، قوغای خبرگان کوچید. مسجد ز شر سود آسود، فقه از ولی رهایی یافت، دین از فساد قدرت رست، یعنی خدا خدایی یافت. اما تو فتنه ای بر جاه، قدرت به نام دین خواهی، بیداد را خدا گویی، تنها از او همین خواهی. چندان حریص دنیایی که از آخرت کنی دکان، فن تجارت تزویر، دین سکه، تحفت ایمان. با این متاع سالوسی بازار زرگران سازی، قلب مسینه خود را چون بار زر گران سازی. وانگه به جانب مغرب چون شاه زرگران از شرق، شلتاق ها کنی چون رد، شلاق ها زنی چون برق. یعنی ان العدو الغرب، این مظهر البلا والکرب، یعنی ان الولی الامر، عند الجهاد عند الحرب، فی جبتی ید الجبار، بسم الفقیه ذل مسند فی الدار، قاسم الكفار فی الدهر، قاهر المرتد. اما در این فریبستان هر یاوه ای که میگویی پوچ است و نه به ایران راست. این فتنه ها که میجویی، آن هیکلی که بستستند شاخت به دین دومت با غرب، بازار دلغکان خوش باد از این تخاصمت با غرب. این دشمنی نه با غرب است، این دشمنی بر آزادی است، بر دانش است و بر قانون، بر زندگی است، بر شادی است. این دشمنی نه با غرب است، با حرمت است انسان را، با حکمت است، با عقل است، با روشنی است ایران را. ای جت سوار بمب افکن، رایان باز روحانی، ای غازی، ای مسلسل بند، قدرت مدار ایمانی، آیا شده است تا یک دم در لحظه های یک رنگی بر دوشت آن مسلسل را خانی هجوم فرهنگی؟
باری چنان که حق داند بر باطلی تو در این راه، پیکار توست با انسان جهد تو فی سبیل و جاه، بنیان ز ننگ و بام از کین، برج سیاه تدلیسی، تاراج آدمیت را دست دراز ابلیسی، با هرچه ذات انسان را حرمت نهاد در جنگی، پیش تو فکر آزادی یعنی هجوم فرهنگی. شاد و سربلند باشید. ماه آوریل گذشته 25مین سالگرد پرتاب تلسکوپ فضایی هابل به مدار زمین بود. امروز میخوام درباره تلسکوپ هابل و اهمیت پژوهش‌هایی که در این 25 سال با اون کردن سخن بگم. هابل نخستین تلسکوپ فضایی نیست. پیش از اون سازمان فضایی ناسا و آژانس فضایی اروپا هر یک تلسکوپ‌های دیگری رو در مدار زمین قرار داده بودند برای پژوهش‌های گوناگون اخترفیزیک. ولی نپاهش‌های اون تلسکوپ‌ها محدود می‌شد به برخی رشته‌ها، مثلا مطالعه خورشید یا فقط نوعی از اختران که از خود پرتوهای ایکس یا فروسرخ می‌تابانند. می‌دونیم که ستارگان و کهکشان‌ها تنها نور دیدگانی یا مرئی از خود بیرون نمی‌دن، بلکه تابش‌های اونها بستگی به نوع اختران، بسیاری طول موج‌های طیف یا بیناب برقامغناطی الکترومغناطیسم رو در بر می‌گیره. هابل نخستین تلسکوپ فضایی بزرگه که می‌تونه با دستگاه‌های گوناگونش اختران رو در طول موج‌های گوناگون بنپاهه، از راجمان خورشیدی یعنی سیاره‌ها، سیارک‌ها، دنباله‌دارها گرفته تا ستارگان و کهکشان‌های گوناگون و کیهان‌شناسی. اخترشناسان به این سبب تلسکوپ رو در مدار زمین قرار میدن که بیرون از جو باشه. جو کره زمین مانع بزرگیه برای کیفیت تصویرهای تلسکوپ، چون لایه‌های جو صدها کیلومترن و در درون اونها توده‌های هوا حرکت آشفته‌ای دارن. این پدیده جوی رو توربولانس یا آشوبناکی میگن. استخر پر آبی رو در نظر بگیرید که آبش در آشوب باشه و بیرون از سطح آب لامپی روشن باشه. اگه شما به ته استخر فرو برید و از اونجا لامپ رو نگاه کنید، تصویر لامپ رو بسیار تار و آشفته میبینید. جو هم با نور ستارگان همین کار رو میکنه. به همین سببه که نپاهشگاه ها رو بالای کوههای بلند می سازن تا از ستبرای لایه های هوای فراز تلسکوپ بکاهن. البته همکنون ما به تکنیک هایی دست یافته ایم که با اونها میشه تصویر تلسکوپ رو تصحیح کرد و به حد تقریبا نگریک تئوریک توانایی اونها رسوند. و من از نخستین کسانی بودم که از این روش‌ها برای پژوهش اخترشناسی استفاده کردم و به دستاوردهای تازه‌ای رسیدم. البته جو اشکال دیگه‌ای هم داره و اون اینکه بخش مهمی از تابش اختران رو جذب می‌کنه و نمی‌گذاره پرتوهای ایکس، پرتوهای فرابنفش یا موج‌های دراستر فروسرخ اختران به تلسکوپ برسن. تلسکوپ فضایی هابل رو در 24 آوریل سال 1990 در مدار زمین قرار دادم، در فاصله 560 کیلومتری از زمین. هابل تلسکوپیه با آینه‌ای به قطر 2 متر و 40 سانتی متر، به درازای 13 متر و وزن 11 تن. هابل بزرگترین تلسکوپی بود که تا سال 1990 در مدار زمین قرار داده بودند. این تلسکوپ هر 100 دقیقه یک بار به دور زمین می‌گرده. 1.5 میلیارد دلار هزینه آغازین اون شده بود که 15% اون رو اروپا داده بود. نخستین تصویر آزمایشی رو در تاریخ 20 ماه می 1990 می‌گیرن که اخترشناسان و مهندسان اداره کننده تلسکوپ رو وحشت زده و مبهوت می‌کنه. چون در جریان ساختن تلسکوپ فاجعه تکنیکی روی داده بود و کسی متوجه اون نشده بود. آینه تلسکوپ نمیتونست نور رو چنان که باید در یک نقطه متمرکز کنه، چون لبه آینه کمی تختر از اون بود که میبایست باشه.
این کمی تختر یعنی 1/5 ستبرای ضخامت موی سر انسان. مقدار ناچیزی به نظر میرسه، ولی کافی است برای بی ارزش کردن تصویر تلسکوپی که در فضا نهاده شده. آمریکایی ها و اروپایی ها به مدت 3 برای حل این مسئله کار کردند. در سال 1993 7 فضانورد به مدار زمین فرستاده شدند تا با کار گذاشتن دستگاه های نوری که اپتیک تصحیح کننده این مسئله رو حل کنند. اونها همچنین دستگاه های اندازه‌گیری تازه تری رو در اونجا نهادند. مأموریت با موفقیت کامل انجام شد و هابل تونست کار پژوهشی خود رو آغاز کنه. پس از اون هم 4 مأموریت سرویس مداری دیگه انجام گرفتند در سالهای 97، 99، 2002 و 2009. هر بار دستگاه های نپاهش باز هم کاراتری رو در تلسکوپ قرار دادن. هر یک از این مأموریت ها 500 میلیون دلار هزینه برداشت که باید به 1.5 میلیارد دلار آغازین و 280 میلیون دلار هزینه سالانه تلسکوپ افزود. تلسکوپ فضایی هابل تا کنون 130 هزار بار دور زمین گردیده، 1 میلیون نپاهش اخترشناسی انجام داده و اخترفیزیکدانان تا کنون با آنها در حدود 13 هزار مقاله پژوهشی منتشر کردند. در اینجا به چند دستاورد دانشی هابل به کوتاهی اشاره می کنم. موقعی که هابل به فضا پرتاب شد، در کیهانشناسی خطای 2 اندازه‌گیری بسیار زیاد بود. می دونیم که گیتی یونیورس در حال گسترشه، ولی رقمی که برای گسترش سرعت گسترش گیتی به دست آورده بودن دارای خطای بسیار بود که تا 100% هم می رسید. نپاهش های هابل، وارد جزئیات نمیشیم، خطا رو به 10% رسوند و امروزه میدونیم که 2 نقطه گیتی که از هم 10 میلیارد سال نوری فاصله داشته باشند با سرعت 220 هزار کیلومتر در ثانیه از هم دور میشن. نپاهش های هابل همچنین سن گیتی رو 13 میلیارد و 800 میلیون سال تعیین کردن. پیش از پرتاب هابل، اخترفیزیکدانان به این نتیجه رسیده بودند که نه تنها گیتی گسترش پیدا میکنه، بلکه هر چه زمان میگذره سرعت گسترش اون افزایش مییابه. هابل درستی این پدیده رو هم ثابت کرد. هابل همچنین تونست نخستین کهکشانهایی رو که در آغاز گیتی به وجود اومدند بنپاهه، کهکشانهایی که تنها 500 میلیون سال پس از بیگ بنگ پدید اومدند. من خودم و گروه بین المللی که رهبری اون رو داشتم با نپاهش های هابل به نتیجه های تازه‌ای رسیدیم. البته خیلی بهتره که انسان خودش درباره کارهاش حرف نزنه و دیگران این کار رو بکنن، ولی چون خارج از موضوع نیست سعی میکنم بسیار خلاصه کنم. در سالهای 1980 که روی تز دکترای دولتی خود در فرانسه کار میکردم، به کشف براختهایی، ابژههایی در 2 کهکشان همسایه راه شیری نائل اومدم. تصور میشد که اونها ستارن، ولی من نشون دادم که ستاره نیستن، بلکه میغ یا سحابی هایی هستند بسیار متراکم که باید زادگاه ستارگان پرجرم باشن. به مدت 15 سال با پیشرفته ترین تلسکوپ های روی کره زمین به نپاهش این براخت ها پرداختم و انواع و اقسام ویژگی های فیزیکی اونها رو پژوهیدم، ولی ناممکن بود که به درون اونها نفوذ کرد و دید که در اونجا چه میگذره. من پروژه نپاهش این براخت‌ها را به سازمان هابل فرستادم، چون این پروژه واقعاً به تلسکوپ فضایی نیاز داشت و ما تمام کارهای ممکن رو با تلسکوپ‌های زمینی انجام داده بودیم. کمیته گزینش پروژه‌های علمی تشخیص داد که استفاده از هابل ضروریه. هابل به ما این امکان رو داد که این براخت‌ها رو واگشاییم تو ریزالو و ببینیم که در پس گاز و غبار اونها چه می‌گذره. چنانکه محاسبه هم پیش بینی کرده بودند، در اونجا ستارگان پرجرم وجود داشتند و ما همچنین تونستیم ویژگی های فیزیکی اونها رو با دستگاه های گوناگون هابل مطالعه کنیم. دستاورد ها رو در چندین مقاله پژوهشی منتشر کردیم. همچنین سازمان ناسا و آژانس فضای اروپا نتیجه های ما را با انتشار 5 اطلاعیه مطبوعاتی در سطح رسانه های جهانی منتشر کردند و به آگاهی همگان رساندند. هابل تا کنون برای کارهای هیچ گروه پژوهشی این اندازه اطلاعیه مطبوعاتی منتشر نکرده. هابل هنوز چند سالی به اخترفیزیک خدمت خواهد کرد و آنگاه بازنشسته خواهد شد. در این 25 سال کارستان کرده.
تلسکوپی که جای اون رو خواهد گرفت جیمز وب نام خواهد داشت. آینش به قطر 6 متر و نیم خواهد بود که بسیار بزرگتر از آینه هابله. در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری از زمین قرار داده خواهد شد که مأموریت برای تعمیر احتمالی اون رو ناممکن میکنه. از این گذشته تنها موج‌های فروسرخ را خواهد نپایید. تاریخ پرتاب اون رو فعلا 2018 گذاشتن. هیچ شکی نیست که نپایش‌هایی که با این تلسکوپ خواهند شد مرزهای دانش ما رو به باز هم دورتر خواهند بود.